روز 17 آذر کنفرانسی تحت عنوان حمایت سنای آمریکا از قیام مردم ایران برای ایران جمهوری برای ایران و جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت در تالار کندی سنای آمریکا برگزار شد که طی اون گروهی از سناتورها و شخصیت‌های آمریکایی سخنرانی داشتند و خانم مریم رجوی هم از طریق آنلاین در این جلسه شرکت و سخنرانی کرد. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران، تا توضیحات ایشون رو در مورد این کنفرانس داشته باشیم. سلام به شما پروفسور سعیدیان و ممنون از حضورتون تو این گفتگو. سلام به شما، سلام به بینندگان محترم سیمای آزادی و با احترام و سر تعظیم به شهدای قیام و مخصوصا آخرینشون شهید محسن شکاری و با درود به همه جوانان انقلابی و کانون‌های شورشی. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما پروفسور سعیدیان. به نظر شما پیام سیاسی اجلاس سنای آمریکا که برگزار شد چیه؟ بله، در این کنفرانس سناتورهای ارشد آمریکا از هر دو حزب شرکت کردند، از جمله آقای سناتور منندز که رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا هستند. کسانی که به فعالیت‌های سیاسی در آمریکا آشنان می‌دونن که همکاری و اتفاق نظر دو حزبی مخصوصاً با شخصیت‌های ارشد از هر دو حزب خیلی کمتر پیش میاد، ولی در این کنفرانس سناتورهای ارشد از هر دو حزب شرکت کردن و اونجا صحبت کردن. پیام سیاسی این کنفرانس مخصوصاً در این شرایط نشون دهنده نظر دو حزب اصلی سیاسی آمریکا نسبت به تحولات کنونی و آینده ایران و اینکه از نظر سیاسی روی چه آینده‌ای و چه آلترناتیوی و با چه سابقه و برنامه‌ای باید و میتونند حساب کنند. دلیل آن هم به نظر من خیلی روشنه و آقای سناتور منندز هم ضمن قدردانی از شورای ملی مقاومت ایران گفتند که در این سالیان شاهد فعالیت‌های گسترده شورا بر علیه رژیم ملایان بودند. این فعالیت‌ها در 40 سال گذشته شامل کارزارهای گسترده حقوق بشری در اجلاس بین المللی بوده برای افشای جنایات رژیم ایران، شامل افشای پروژه های اتمی خامنه‌ای بوده، شامل افشاگری علیه بنیادگرایی رژیم و ایجاد گروه های تروریستی و انجام عملیات تروریستی بوده و همچنین شامل افشای پادوها و لابی های رژیم مثل نایاک و از همه مهمتر ارائه یک آلترناتیو قوی برای ایران دموکراتیک، برای یک ایران سکولار و غیر اتمی بوده. میشه درباره هر کدوم از این کارزارهای مقاومت و فعالیت‌های شورای ملی مقاومت ایران ساعت‌ها صحبت کرد و همین موضوعی بود که آقای منندز به آن اشاره کرد. همطور که گفتم خیلی درباره این موضوع میشه صحبت کرد چون محتوای واقعی و مستند ما خیلی زیاد داریم، ولی به صورت خیلی کوتاه میگم کارزارهای حقوق بشری شورا باعث صدور بیش از 60 قطعنامه از طرف سازمان ملل بر علیه رژیم شده، افشای پروژه های تسلیحاتی اتمی رژیم توسط شبکه داخلی مجاهدین در سال بکنم 1381 بودش باعث تحریم های گسترده و یک تناب محکم به دور گردن خامنه‌ای بوده و این تناب هر روز تنگتر می شده، و یا کارزارهای افشای فعالیت های تروریستی رژیم از جمله صدها کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران و چاپ ده ها کتاب و غیره بوده که منجر به
گنجوندن سپاه پاسداران در لیست تروریستی شده. خود سردمداران رژیم هم بارها گفتند که هر ضربه استراتژیکی که به نظامشون وارد شده مجاهدین در اون نقش کلیدی داشتن. همین الان هم شاهد پیاده شدن استراتژی مجاهدین در قیام‌های داخل هستیم، یعنی شعارهای بسیار رادیکال و فعالیت‌های نظیر به آتش کشوندن مراکز بسیجی، مراکز پاسداران و حوزه‌های جهل و جنایت خامنه‌ای هستند. باید به صراحت بگم که هیچ گروه و یا سازمان دیگری آنچه که در خیابان ایران امروز می‌بینیم، یعنی مبارزه قهرآمیز رو پروموت نکرده و از اون حمایت نکرده. منظورم این که قیام و انقلاب کنونی مردم ایران یک شبه به وجود نیومده و این سناتورها و آنهایی و هر کس در مجموع، هر کس که دید قوی سیاسی داشته باشه و از نزدیک مسائل ایران را در این 40 سال دنبال کرده و از اهداف قیام، یعنی سرنگونی تمامیت رژیم و نفی هر دیکتاتوری، آگاهه و متوجه سازمان یافتگی قیام و نقش زنان در آن قیام هستش، میدونن چه مقاومت ایران و نیروی محوریان یعنی مجاهدین نقش اصلی در اون ایفا میکنن. و برای همینه که این سناتورها و سیاست مداران متشخص دنیا در این کنفرانس ها که یکیش همین کنفرانس سنای آمریکا بود شرکت میکنن، از خانم رجوی برای صحبت کردن در این کنفرانس ها شرکت میکنن و همطور که گفتم این کنفرانس ها در جای دیگه هم دیدیم، در ایتالیا دیدیم، در همین هفته های گذشته در انگلستان بودش، در فرانسه بودش، در ایرلند بودش و در جاهای دیگه. و پیام مشترک همه آنها حمایت از یک آلترناتیو دموکراتیک بوده. بله پروفسور سعیدیان، الان اشاره کردیم به سناتور منندز. تا جایی که من میدونم سناتور منندز از یاران دیرین مقاومت بوده، از زمانی که توی کنگره نماینده کنگره بودن از یاران دیرین مقاومت بودن و خودشون قطعا در جریان بسیاری از امور بودن و خودشون شرکت داشتن در حمایت از مقاومت ایران. در این رابطه هم اگر نکته‌ای دارین بفرمایید. بله، همطور که گفتین اتفاقا تو صحبتاشون خودشون گفتن از زمانی که عضو مجلس آمریکا بودن شاهد این فعالیت‌های مقاومت ایران بودن. منظورم این که یک آلترناتیو جدی، یک آلترناتیو معتبر که میتونه نظر این اشخاص رو به خودش جلب بکنه، طبیعتاً باید یک سابقه بسیار درخشان در مبارزه با رژیم ایران داشته باشه. و همینطور که میدونیم، همینطور که من خیلی مختصر اشاره کردم، شورای ملی مقاومت ایران در زمینه حقوق بشری، در زمینه دیپلماسی، در زمینه افشای عملیات تروریستی رژیم، در زمینه افشای پادوها و لابی های رژیم یک نقش بسیار فعالی داشته و خیلی از این سیاستمدارا به اون اشراف دارن و برای همینه که به طرف مقاومت ایران میان. بله خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. شما اگه خودتون نکته افسوده‌ای دارید بفرمایید. اگه وقت هستش من چند دقیقه دیگه دوست داشتم دنباله بفرمایید. 3-4 دقیقه بفرمایید. بله خیلی ممنون. اولا که همین اخیران چندین قطعنامه دو حزبی در رابطه با ایران بوده چه محتوای مشترکی داشتن. اهمیت این قطعنامه ها را میشه در چندین محور به صورت خیلی مختصر توضیح داد. بر این بود که من دوست داشتم مگه بشه توضیح بدم. یکی از این قطعنامه ها برای حمایت از قیامگران و جوانان شجاع ایران بود، چون جوانان شجاع ایران که جون خودشون را برای آزادی به خطر میندازن و این قطعنامه ها نشون دهنده حمایت کنگره آمریکا، یعنی نمایندگان مردم آمریکا از خواسته به حق مردم ایران بودن. اعضای کنگره که این قطعنامه را امضا کردند از هر دو حزب بودند و تأکید کردند که کنگره آمریکا باید در کنار مردم ایران باشه و
رژیم ایران را به خاطر تمام این اقدامات سرکوب کنندهش باید پاسخگو باشه به خاطر این جنایاتشون. یکی از این قطعنامه های دو حزبی نه تنها از قیام مردم ایران حمایت کرد، بلکه مشخصا از یک جمهوری دموکراتیک و مشخصا از برنامه 10 ماده خانم رجوی حمایت کردند. به نظرم سوال اساسی، یکی از سوالهای اساسی مخصوصا در این دوران هستش که چرا حمایت از مقاومت مردم ایران؟ ببینید این صنعت آلترناتیو سازی و لیدر سازی همطور که میدونیم خیلی رونق گرفته. چرا حالا شاهد این آلترناتیو ها و لیدرهای یک شبه هستیم ولی 10 سال پیش و یا 5 سال پیش شاهد اون نبودیم؟ چون اینها همشون از علائم و پایان نشون دهنده پایان رژیم ولایت فقیه هستند، یعنی کسانی که قبلا وضعیت موجود را قبول داشتند و باهاش همکاری میکردند و مستقیم و غیر مستقیم اون رژیم را پروموت میکردند و یا در تا چارچوب قبول سیستم ولایت فقیه میخواستند یک سری تغییرات جزئی به وجود بیارند و یا حداقل حاضر نبودند که با این رژیم مبارزه جدی بکنن، حالا میخوان با زور خودشون رو در صف مقدمه براندازان ثبت نام بکنن. اگر کسی فعل واقع به براندازی اعتقاد داره باید بتونه به چند سوال اساسی جوابهای کلیدی بده، مثلا براندازی با چه استراتژی و با اتکا به چه نیرویی؟ آیا واقعا اعتقاد عمیق و اعتقاد و اتکا به نیروی درون جامعه دارند و یا اینکه خواهان تغییر توسط یک نیروی خارجی و یک جابجایی سوری میخوان از یک دیکتاتوری به یک دیکتاتوری دیگه؟ مقاومت ایران همیشه خواهان استقرار جایگزین کردن این رژیم فاشیستی با یک حکومت دموکراتیک و سکولار بوده و فقط و فقط با اتکا به نیروهای مردمی میخواسته این کار را انجام داده. ما بر این باوریم که دخالت یک نیروی خارجی نه تنها اصالت ندارد، بلکه هرگز منجر به یک سری تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نمیتونه انجام بده، تغییراتی که بتونه جوابگوی بحرانهای عمیق اجتماعی مردم باشه و تغییراتی که منجر به آزادی‌های اجتماعی، منجر به آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی بشه. همچین تغییری فقط و فقط همطور که مقاومت ایران همیشه اونو پروموت می‌کرده با اتکا به نیروی اجتماعی و نیروی پیشتاز امکان پذیره. این یک مورد بود. نمیدونم اگه وقت هست من یک مورد دیگه هم دوست داشتم راجع بهش صحبت بکنم. متأسفانه الان داریم می‌رسیم به زمان در یک نگاه. ایشالله در فرصت‌های بعدی در گفتگوی بعدی بیشتر استفاده کنیم، مخصوصا از نکاتی که شما به ویژه الان در رابطه با آلترناتیو سازی و آلترناتیو واقعی گفتید. خیلی ممنون از شما پروفسور سعیدیان، از حضورتون تو این برنامه و وقتی که گذاشتین. خدا نگهدار شما. خیلی خوشحالم خدمتتون بودم. با بیشتر خیلی ممنون.